رئیس جمهور ترکیه در اولین اظهارات خود بعد از کشته شدن بیش از سی سرباز ترکیه در سوریه گفت چندین سایت شامل پایگاه های هوایی، انبارهای مهمات، سیستم های دفاع هوایی، آشیانه های هواپیما و تأسیسات تولید تسلیحات شیمیایی حکومت سوریه زیر آتش سنگین قرار گرفته و نابود شدند. او گفت بیش از 2100 نیروی نظامی سوریه و 300 خودرو و 300 خودروی نظامی شامل 94 تانک نابود شدند. اردوغان افسود در حملات هوایی پنجشنبه 36 سرباز ترکیه کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با اردوغان از ترکیه حمایت کرد و خواهان خاتمه کشتار در ادلب سوریه شد. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ از رژیم سوریه، روسیه و رژیم ایران خواست تا تهاجمات را متوقف سازند. سخنگوی کاخ سفید گفت ترامپ بر حمایت خود از تلاش های ترکیه برای کاهش تنش ها و جلوگیری از یک فاجعه انسانی تاکید مجدد کرد. دبیر کل ملل متحد نیز گفت کشته شدن سربازان ترکیه یکی از نگران کننده ترین لحظات جنگ سوریه است.